سلام به کانال همگام با ورزش خوش آمدید. والنتاین کاستیانوس مهاجم آرژانتینی و جوان باشگاه خیرونا تنها در 6 دقیقه مقابل ریال مادرید 4 بار گلزنی کرد. پائولو دیبالا ستاره آرژانتینی روم خاطره جالب از دوران بازی در کنار کریستیانو رونالدو نقل کرده است. به نظر می رسد لالیگا هفته هاست دیگر دغدغه ریال مادرید و کارلو آنچلوتی نیست و این باشگاه تمام تمرکز خود را روی کسب عنوان قهرمانی در لیگ قهرمانان و البته کوپا دل ری قرار داده است. شب گذشته لاس بلانکوز در خانه خیرونا با نتیجه عجیب 4-2 شکست خورد و جالب اینجاست که هر 4 گل این تیم توسط والنتاین کاستیانوس به ثمر رسید. این اتفاق در مقابل تیم بزرگ مانند ریال مادرید با ندرت در تاریخ رخ می‌دهد و باید دوباره سال‌ها سپری شود تا یک بازیکن بتواند 4 بار دروازه کهکشانی‌ها را در یک مسابقه باز کند. جوزپ سامیتیر با لباس بارسا در سال 1926، کارلوس بیستیپ با بارسا در فصل 1929، مارتین وان تولیرا در ترکیب بارسا در سال 1935، مارتینز کاتالا با لباس اویدا در سال 1940، امیلین در تیم اویدا در سال 1944، استیبان اچوریا با لباس اویدا در سال 1947، ایلوخیو مارتینز در ترکیب بارسا در سال 1957، دیگو میلیتو در تیم ساراگوسا در سال 2006 و روبرت لواندوفسکی با دورتموند در فصل 2013 بازیکنان بودند که پیش از والنتاین کاستیلانوس موفق شده بودند در یک بازی 4 بار دروازه ریال مادرید را باز کنند. جالب اینجاست همین چند روز قبل سالگرد شب تاریخی و فراموش نشدنی لواندوفسکی در نیمه نهایی لیگ قهرمانان سال 2013 برابر ریال مادرید بود و حالا و بعد از حدود یک دهه والنتاین کاستیانوس موفق به تکرار این کار شده است. این عملکرد باعث نگرانی هواداران ریال مادرید پیش از تقابل در لیگ قهرمانان با منچستر سیتی و رویوری با ایرلینگ هالند شده است. گاوی ستاره جوان بارسا بلافاصله پس از شکست تلخ ریال مادرید پست در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد که نشان می‌داد حسابی از نتیجه رقم خورده لذت برده و شاد است. در پست منتشر شده گاوی همراه با دیگر بازیکنان بارسا در حال خنده دیده می‌شود. او عکس یاد شده را و همراه با دو ایموجی خنده منتشر کرد تا به صورت غیر مستقیم شکست غیر منتظر رقیب دیرینه خود را مسخره کند. گاوی در ال کلاسیکوهای اخیر یکی از جنجالی‌ترین بازیکنان بارسا محسوب می‌شود. او در پای انتقام صحنه‌ای که دنی سیبایوس موهایش را کشیده بود در جدول هفته 26 لالیگا بدون توپ و دور از چشمان داور این بازیکن را بدون توپ نقش بر زمین کرده و حسابی سر و صدا برا انداخته بود. خیرونا برنامه ویژه هم برای متوقف کردن وینیسیوس جونیور با خطاهای شدید و متعدد داشت. شدت این خطاها و بی‌اعتنایی داور باعث عصبانیت مهاجم ریال شده و اعتراضات مکرر او به این وضعیت غیرعادی باعث شد تا کارت زرد هم دریافت کند. عجیب ترین صحنه بازی را زمان شاهد بودیم که سانتی بوینو با یک خطای خشن وینیسیوس را کنار خط طولی نقش بر زمین کرده و توپ را محکم به بدن او کوبید و در عین ناباوری کارت از داور دریافت نکرد. در شبکه هواداران خیرونا هم حسابی از خجالت مهاجم ریال مادرید در آمدن چند بازیکن حریف نیز در کنار خطاهای متعدد و خشونت آمیز با رفتارهای تحریک آمیز خود نیز روی اعصاب وینی رفتند، اما هیچ یک از این کارها با جریمه خاص از سوی داور روبرو نشد. وینیسیوس جونیور با این وجود یک گل زد و یک پاس گل هم داد که البته تاثیر در شکست تیمش نداشت. او ساعت پس از پایان بازی یک توییت کنایه‌آمیز منتشر کرده و اعتراض خود را مستقیما متوجه لالیگا کرد، جایی که ریالی ها معتقد هستند به اندازه کافی از مهاجم برازیلی در برابر خشونت و شعارهای نجات پرستان محافظت نمی‌کند. وینیسیوس جونیور در توییت خود کنار کلمه لالیگا دو شکلک خنده استفاده کرده و از بی‌تفاوتی‌های اخیر نسبت به رفتارهای مغرضانه تیم‌های حریف علیه او در بازی‌های لالیگا اسپانیا واکنش نشان داد. آنجلوتی پس از پایان بازی گفت: این بازی نشان دهنده سطح ریال مادرید نیست. ما معذرت می‌خواهیم اما باید به جلو نگاه کنیم. توضیح دادن آن سخت است. نشانی از تعهد در بازیکنان در بازی امروز ندیدم. فضاهای زیاد باز گذاشتیم و اجازه دادیم تا حریف نقشه‌هایی را پیاده کند. بازی با توپ ما بد نبود اما در بدون توپ افتضاح بودیم. درک می‌کنم که هواداران ناراحت هستند. ما معذرت می‌خواهیم اما آنها بدانند که حال ما خوب است و در کوپا دل ری و لیگ قهرمانان خواهیم جنگید. در این بازی اصلا خوب دفاع نکردیم. سعی کردیم به بازی برگردیم اما کافی نبود. رقابت شدید و تاریخی رونالدو و میسی باعث شد هم بازیان آرژانتینی کریستیانو رونالدو و پرتغالی میسی شرایط خاص و متفاوت در دو دهه اخیر تجربه کردند. پائولو دیبالا ستاره سابق آرژانتینی یوونتوس از این قاعده مستثنا نبود و البته در دوران حضور رونالدو در تورین رابطه خوبی با او داشت. حالا پائولو دیبالا که فصل درخشان را در ترکیب جالبروسی سپری کرده در رابطه با رونالدو و البته تجربه بازی در پایتخت ایتالیا صحبت کرده است. پائولو دیبالا گفت: من 3 سال بسیار خوب را با کریستیانو رونالدو گذراندم. تیم بسیار قوی بود و او قدرت بیشتر به ما اضافه کرد. رقابت بزرگ بین میسی و رونالدو در آرژانتین وجود دارد. یک بار برای انجام یک بازی داشتیم پرواز میکردیم. من روی صندلی عقب هواپیما نشسته بودم و رونالدو کم پیشتر بود. بعد رونالدو پیش من آمد و ما با هم در مورد زندگی صحبت کردیم که من با او گفتم از بچگی در حقیقت از تو متنفر بودم.
من و رونالدو به این حرف خندیدیم و همیشه با هم رابطه خوبی داشتیم. شکست مقابل الوحده در نیمه نهایی جام پادشاهی ناکامی جدید برای کریستیانو رونالدو و النصر عربستان بود که در عرض چند ماه دومین جام را از آنها گرفت. شرایط برای فوق ستاره پرتغالی در عربستان هم از انگلیس بدتر است و به نظر میرسد فصل دیگر را هم بدون جام تمام خواهد کرد. اتفاقی که برای دومین فصل پی برای او خواهد داد. پیش از هر چیزی باید تاکید کنیم که رونالدو 38 ساله است و به پایان دوران فوتبالش نزدیک می شود، اما او توقع را از خودش بالا برده و کسی تصور نمی کرد که بازیکنی که برترین گلزن تاریخ لیگ قهرمانان اروپا است و برای جدایی از منچستر یونایتد به فکر پیوستن به تیم بود که در همین تورنمنت حضور داشته باشد، اما مشتری نداشت و تصمیم دیگری گرفت. وقت رونالدو همه را غافلگیر کرد و با حقوق 500 میلیون دلار برای 2.5 سال راهی عربستان سعودی شد، از تصمیمش برای حضور در تیم النصر دفاع کرد و فوتبال سعودی ها را فوتبال رو با پیشرفت داشت. شاید بیراه نگفته باشد، ولی همه میدانند که جز پول حضور رونالدو در عربستان هیچ دستاورد از لحاظ فنی برای او نخواهد داشت. الهلال تیم اول و پرافتخارترین تیم عربستان سعودی و لیگ قهرمانان آسیا به شمار می‌رود. النصر هم با 9 جام که آخرینش سال 2019 به دست آمده دومین تیم پرافتخار لیگ سعودی است. شاید انتظار می‌رفت بازیکن با آتش رونالدو الهلال را انتخاب کند، اما این فصل شانس الاتحاد برای قهرمانی بیشتر است. با این حال برای در دسترس بودن جام الهلال مقصد بهتری بود. همان ماه جنوری که رونالدو از راه رسید با شکست مقابل الاتحاد، النصر به فینال سوپر جام عربستان نرسید. اخیرا هم با شکست مقابل الوحده به فینال جام پادشاهی راه نیافت. النصر که پیش از حضور رونالدو فقط یک باخت داشت، دو مرتبه بعد از حضور این فوق ستاره پرتغالی یعنی مقابل الاتحاد و الهلال شکست خورد تا صدر جدول را از دست بدهد و شانس قهرمانیش کمتر شود. به جام تمام کردن فصل برای رونالدو تازگی ندارد، ولی سابقه زیاد هم نداشتم. رونالدو هر فصل در هر تیم بود دست کم یک جام میگرفت، ولی آخرین جامش به فصل 2020-21 برمیگردد که با یوونتوس قهرمان کوپا ایتالیا شد. همه تصور میکردن منچستر یونایتد را برای جام نگرفتن ترک کرده، ولی در النصر هم وضعیت رونالدو بهتر نیست. در مجموع رونالدو 3 جام باشگاهی و 2 جام ملی دارد و اگر تصور او را گوگل کنید به وفور عکس با جام میبینید. ولی در حالی که به فصل 2022-2023 نزدیک میشویم، تصور مبهم از آخرین جام او در ذهنمان مانده است. شاید در ادامه فصل شرایط النصر بهتر شود و الاتحاد را برای کسب جام به چالش بکشد. شاید حتی فصول بعد با اسم رونالدو قهرمانی را جشن بگیرد. اما چیزی که مشخص است، حضور رونالدو به پیشرفت النصر کمک نکرده و این تیم برای جام گرفتن روی فوق ستاره پرتغالی نمیتواند حساب باز کند. پس از شکست برابر الهلال و الوحده و اتفاقات و حواشی پیش آمده، حالا از عربستان خبر میرسد که پنجره نقل و انتقالاتی این تیم بسته شده است. احمد الشیخی، یکی از معروفترین وکلای حقوقی و ورزشی فوتبال عربستان، در خبر اختصاصی مدعی شد که پنجره نقل و انتقالاتی النصر به دلیل پرداخت نکردن بدهی روی ویتوریا، سرمربی سابق این تیم بسته شده است. طبق رأی صادره از سوی دادگاه CAS، باشگاه النصر علاوه بر جریمه تأخیر به پرداخت 8 میلیون یورو برای ویتوریا و دستیارانش محکوم شده است. ویتوریا که اکنون هدایت تیم ملی مصر را بر عهده دارد، باعث ایجاد بحران برای تیم هموطنش یعنی کریستیانو رونالدو شده است. بعد این ترتیب النصر نیز در کنار الاهلی و الشباب به جمع تیم‌های عربستانی اضافه شد که به دلیل عدم پرداخت مطالبات خود با حکم فیفا پنجره نقل انتقالاتی آنها بسته شده و با پرداخت بدهی میتوانند پنجره خود را باز کنند. سپاسگزارم از همراهیتان. در پناه خداوند بزرگ باشید.